الرحیم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دوستای نهایت گرامی جوانان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چیزی که در روزای موجود در روزا حدیث ناز گشته است و چالش برانگیز شده است موضوع حزب تحریر است از آنجایی که حزب تحریر یک ادعای بسیار بزرگ مبنی بر اعاده خلافت اسلامی دارد و خلافت اسلامی آرمان و آرزوی هر مسلمان هست بناا توده کثیری از جوانای مسلمان هم در گرد حزب تحریر جمع شده و از این روند حمایت می کند در پالی ازی که حزب تحریر جوانایی هست از حمایت میکنه تعداد از علما دانشمندان هستند که علیه برنامه و منهج حزب تحریر هم نقد دارند از جمله ناقدین سرسخت برنامه و منهج حزب تحریر جناب استاد بزرگوار مبشر مسلمیار هست که ما جناب استاد در برنامه همراه خود داریم استاد در برنامه خوش آمدید میگویم سلام آمدشت. خوش آمدید سلام. جناب استاد که از شما چند سوالی داشته باشیم پیرامون موضوع حزب تحریر در صفات اجتماعی شما انتقادهای علیه حزب تحریر داشته میشه که از جمله مشکلات و موضوعاتی که حزب تحریر مطرح میکنه از لحاظ سیاسی از لحاظ اعتقادی مشکلاتی داشته باشن شما او را برای بیننده ها مطرح بسازید ما به خاطر از که موضوع به اثبات برسه بی‌طرفانه و به خاطر از که حق ثابت شود چون جوانای ما دام و فریب از یک تعداد اعذاب و گروه ها را نخورن به این لحاظ جناب استاد با خود داریم میشه که پیرامون افکار و اندیشه از تحریر هم برای ما روشنی بندازن جزاک الله خیرین الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله و بعد من عرض به احترام دارم خدمت شما و خدمت همه دوستانی که برنامه ما را میبینند ما مقدمتا یک موضوع را بیان میکنم بعد روی سوال شما میویم او موضوعی است که بعضی از دوستا این سوال به صورت کلیتر مطرح میکنن که چرا ما با بیان خطاهای جماعت های اسلامی بپردازیم در حالی که خیلی مباحث دیگی هست باید. که اونا را باید بیان بکنیم چند نکته مختصر را میخواستم در این مورد بکنم بعد در مورد از تحریر میم اولی که از دید اندیشه اسلامی بیان خطاهای یک جریان یا یک جماعت اسلامی در اصل به دش به معنای دشمنی نیست ای در اصل یک حکم شرعی است و یک خیرخواهی است برای یک فرد یا برای یک جماعت مثلا اگر یک برادری متوجه خطاهای من شوه و به برای من بیا خطاهای ما رو بگه من بر مبنای باور دینی که دارم این کار از دشمنی نمیدانم بلکه یک خیرخواهی میدانم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث به صورت کلی دین را تعبیر میکنه به معنی دین خیرخواهی از با آخرش میگه ولی عامت المسلمین ول جما... و برای عامه مسلمان ها هم هست پس اول بیان یک خطا و یک اشتباه یک فرد و یک جماعت اسلامی در اصل به معنای دشمنی نیست بلکه به معنای یک خیرخواهی است میخواهیم که خطاها و اشتباهات از اونها اصلاح شود نکته دیگه ای که وقتی یک جریان اسلامی مورد نقد قرار گیره نقد بالای خطاها به معنای نادیده گرفتن نکات مثبت نیست از دید اسلامی انسان باید در هر حالت منصف باشه حتی در مقابل کسی که با او مخالفت و دشمنی داره الله مطال در قرآن میگه که ولا اجرمنکم شنا انا قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى مخالفت و دشمنی یک قوم شما باعث که شما عدالت نکنین در مقابل از اونها هم باید عدالت بکنین پس نقد به ولای خطاها یک جوریان و معنای نادیده گرفتن خوبی هاش نیست این مورد دیگیش و مسئله دیگه است که خیلی از مسلمان این ذهنیت را پیدا کردن که گویا مشکلات امت اسلامی به صورت کلی تنها بود خارجی داره خیلی ها امی ذهنیت عام می و به امی خاطر وقتی یک خطا یک جریان اسلامی گفته میشه این انتقاد مطرح میکنن که چرا دشمنای بیرونی را نمیگیم در حالی که ما به خود بیان مصروف هستیم به با باور من قطعا دشمن بیرونی و فعالیت از او و کار از او برای مسلمان ها چیز غیر قابل انکار است اما باور ما است که یک بخش کلانی از ناکامی ما برمیگرده به خود ما یعنی به خطاها و ضعف های درونی ما ام. و تا زمانی که ما اینا را در درون خود اصلاح نکنیم نمیتونیم در مقابل دشمن بیرونی خود کامیاب شویم این نکته دیگه هم هست که به نظر باید داشته باشیم موضوع دیگه هم این که ضرورت احساس میشه به خاطر از او این مسئله مطرح و او است که متاسفانه ایده زیاد از جریانات اسلامی و شاید مبالغه نباشه اگر بگیم بسیار عام هم که هر جریان اسلامی تنها خود حق میدانه و همه مخالفین خود را رد میکنه ده. و به کسانی که در امو جریان داخل میشن امی ذهنیت را دانسته یا ندانسته القا میکنه و یک تعصب شدید نسبت به پیروان احزاب مختلف اسلامی نسبت به حزبشان هست تصور میکنن تنها حق ما هستیم تنها درست ما هستیم و که همه مخالفین ما کاملا باطل هست یک چیزی که میتونه امی ذهنیت را امی تعصب حزبی موجود در پیروان جماعت های اسلامی تقلیل بده او بیان خطاهایشان است تا متوجه شوند که والا نه دیگر هم هستن سایر جماعت های اسلامی هم هستن اونها را مد نظر بگیرن تا خیر مسلمان هایی که به صورت فردی فعالیت میکنن به خاطر تغییر مثبت در جامعه ای یعنی به خاطر کاهش تعصب ای میتونه مثبت بوده باشه و گپ دیگر هم که ما در کنار از اینکه جماعت های اسلامی خطا ها و اشتباهات از اونها را بیان میکنیم اما در مقابل دشمن مشترک در کنار از اینها قرار میگیریم مثلا وقتی ما میایم سر یک جماعتی که یک داعیه خوب داره ولو منهجش خطا است داعیهش خوب است ده. وقتی من حجت نقد میکنیم اما کس دیگه اگر دعایی از او زیر سوال میبره باز با او مخالفت میکنیم مثلا اتحاد امت یک فریزه هست قطعا این کار انکار کرده نمیتونه کسی احیای نظام خالص اسلامی یک فریزه دینی سیر کسی کس این کار نمیتونه بکنه پس ما وقتی به منهج تحریر نقد میکنیم نقد ما به من از این است که ما طرفدار اتحاد امت نیستیم نقد ما به این است که ما طرفدار ایجاد یک نظام سالم اسلامی در جامعه نیستیم قطعاً به این معنا به این معنا نیست و اگر یک غیر مسلمانی یا یک دین با سر اسلامی به عنوان این نسبت بودن از او به اسلام انتقاد میکنه با از او دفاع میکنه <متصفيق> یعنی آدم با باید مورد انصافانه را نظر داشته باشه و این مقدمه را خدمت دوستان عرض کردم بعد از او چرا مشخصم در مورد تحریر نظر به وضعیتی که امت اسلامی داره و خصوصا بعد از سقوط خلافت اسلامی ترها و اجتهادات زیادی به خاطر احیای خلافت اسلامی و به خاطر نجات امت از این موجود ایجاد شده و یکی از اونها از تحریر است تا جایی که من میدانم و تا مطالعه اندکی که از جماعت ها و جریانات مختلف اسلامی داریم حزب تحریر در موارد اختلافات خطرناکتر و بیشتر نسبت به دیگران داره اما به خاطر داشتن شعار خوب خیلی وارد کرد خود جمع کرده و خیلی از جوانایی که انگیزی خوب دارن اما فهم و دانش اسلامیشان کم است شعار فریب های از اونها را میخورن و انرژی بسیار زیادی از جوانان امت اسلامی در مسیر مصرف میشه که در کنار بعضی از خوبی هایی که داره اشتباهات کلان هم میتونه داشته باشه و اشتباهاتشان هم بزرگ است و به خاطر از اینکه انصاف مدنظر دا نظر داشته باشیم من قبل از اینکه نقد های اساسی در مورد حزب تحریر بگم به بعضی از نکات مثبت اشاره میکنم که این ذهنیت ایجاد نشه مثل که متاسفانه بعضی ها میگن که گویا ما از دید متعصب تعصب آمیز میایم رو نقد میکنیم و نکات مثبت از اونها رو نمیبینیم به خاطر از اینکه نقد ما یک نقد گونه نبوده باشه و نکات مثبت جماعت ها را نادیده نگرفته باشیم من بعضی نکات بارز مثبت در جریان تحریر هم اشاره میکنیم بعد سر مورد انتقاد های که سر از اونها وارد است بیان می‌کنم. اول یک کار خوبی که تحریر کرده ای است که در بین جوانانی که به عنوان حزب از او هستند این ذهنیت را میده که اسلام راه حل است به صورت کلی یعنی اسلام را به عنوان راه حل برای مشکلات و معضلات کنونی امت اسلامی و حتی برای جهان مطرح میکنه این نکته مثبتش است و نکته دیگه است که خصوصا ترکیز کنا سر نظام سیاسی اسلام دارن در این مورد کارم کردن و نظام سیاسی اسلام هم معرفی هم کردن و نظام های غیر اسلامی موجود در جهان اسلام مثل نظام های سکولار و دیگر هم خوب معرفی کردن و این هم یک نکته مثبتشان هست حداقل در بخش کار فکری که اونها به یک جریان اسلامی کردن و موضوع دیگه مشخصا ترکیز سر نظام سیاسی مشخصا باز در مورد ساختار از که مسلمان ها به عنوان یک امت واحد داره یک نظام سیاسی واحد باشن و این نمادی از قدرتشان هست و نمادی از قدرت اتحاد فکری و قدرت سیاسی و اقتصادی و سایر اهمیتی که خود خلافت اسلامی به عنوان نظام اسلامی داره و موضوع دیگه ای که غالبا یک مرض دیگه ای که در جوامع اسلامی زیاد است و متاسفانه در جامعه ما به عنوان جامعه اسلامی بیشتر است تعصبات مختلف زبانی قومی نژادی منطقه ای هم زیاد است و وقتی که تحریر می آید دعایی امت را مطرح می کنه این تعصبات هم بین پیلوانش از بین میره و ما تا جایی که زیاد دیدیم یعنی شاهد این و تعصب در بین پیروان از اونها نبودیم و ای یک نکته مثبت است خصوصا در شرایطی که یک مرض بسیار مهلک و خطرناک در جامعه ما زبانی و قومی و نژادی و دیگه مسائل هست اینا نکات بارزش هست و اگر ما خواسته باشیم نکات منفی از اونها را به صورت کلی یک تقسیم بندی بکنیم اولی که متاسفانه حزب تحریر در انحرافات اعتقادی خطرناک واقع است وقتی ما میگیم انحرافات اعتقادی یعنی مذاهب منحرف و اهل بدعتی که در جهان اسلام دیدگاهشان مطرح بوده یکی دیشان تقریبا کم کم به طرف فراموشی سپرده می که دوباره توسط دعایی حزب تحریر دوباره زنده می مثلا در بعضی موارد حزب تحریر می انحراف مرجعه را می گرد تعریف ایمان رفتن تعریف مرجع را از ایمان گرفتن در انکار اوجیت حدیث و احاد رفتن انحراف از معتزله گرفتن و گاهی وقتا در تکفیر من منهج خوارج میگیرند چون زوابط و اصول که اهل سنت داره او را رعایت نمیکنن این یک نکته خطرناک است که متاسفانه در اونها دیده میشه مسئله دیگیش نقض اولویت های دینی است یعنی ما در شریعت اسلامی موارد مهم و مهمتر و همه اینا را داریم تحریر امیر امی نقض کرده امیر شکستانه مثلا وقتی ما میخواهیم که امت را به طرف نجات ببریم و از این مصیبت نجات بدیم قطعا بدون داشتن یک عقیده سالمی کار کرده نمیتونیم عقیده سالم وقتی ما میگیم عقیده است که مطابق قرآن و سنت باشه و معیار برای داشتن یک عقیده سن... عقیده سالم مطابق قرآن و سنت معیار سلف صالح است چون خود قرآن و سنت اونها را برای ما به عنوان الگو معرفی میکنه اینا خو در این ای داری مورد کار نمیکنن که خلاف از هم میره خلاف از این یعنی وقتی پیروی مذاهب اهل بدت مثل مرجعه و خوارج و دیگرا را در مسائل اعتقادی کردن یعنی که امی امی اولویت اصلی را به جای اینکه اصلاح بکنه خراب میکنه این یک موضوع موضوع دیگه است که ما در دین یکی مکلفیت های فردی داریم و یکی هم مکلفیت های اجتماعی داریم هر فرد مکلفیت های فردی خود داره اصلاح عقیده اصلاح عبادت اصلاح اخلاق یک مکلفیت فردی است ما به عنوان مسلمان اینا رو باید اصلاح بکنم بعد 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 دنبال متوجه مکلفیت های اجتماعی خود شوم ده ای بخش هم متاسفانه تحریر اولویت ها را نقض کرده یعنی به حد یک نفر در مسائل سیاسی مصروف میکنه مصروف میکنه که او مسائل بسیار ابتدایی عقیده را نمیفهمه داد از آوردن نظام خلافت میزنه این گپش خوب است اما نه به اون اندازه که مثلا از شناخت مهمتر باشه در مورد توحید کم میفهمن در مورد جایگاه ایمان بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم مقدری که باید یک مسلمان بفهمه نمیفهمه اما در مسائل سیاسی باز میبینیم ما شاء الله تحلیل بسیار پر دامنه داری این یک مسئله که اولویت های دینی را نقد و و هم در مسائل اعتقادی هم هست و حتی در مسائل عبادی و اخلاقی و در دیگه موارد مثلا بعد از عقیده هیچ امر مهمتر از عبادت نیست البته عبادت به مفهوم خاصش و ایده هیچ کس انکار کرده نمیتونه نه. امو جایگاه را که ارکان عبادی و شعایر عبادی در دین داره اما جایگاه را یک جماعت سرمی باید مدنظر داشته باشه ایر تحریر مدنظر نداره یعنی اگر یک نفر اوقدر نماز هم نخونه زیاد ملامتی شدید نمیشه به اندازه‌ای که اگر یک مسئله سیاسی را نفهمه این تو یک داره مسئله دیگه مسئله اخلاق است و قطعا بود اخلاقی در شخصیت یک انسان بسیار مهم و موثر هست و هیچ جماعت و جریان اسلامی نمیتونه بدون توجه به این بود یک انسانی را تربیت بکنه که باز بتونه توسط از اون مشکل امت حل بکنه متاسفانه تحریر نه که این بخش کار نمیکنه و حتی در همون رقمی که در نبهانی در کتاب خود میاره غالبا در کتاب مفاهیم است او میگه که اصلا دعوت به طرف اخلاق جایز نیست در این وضعیتی ای که ما قادم تا زمانی که خلافت آورده نشده دیگه اینا تقریبا دانسان یا دانسان تعدیل میشه و این یک مشکل بسیار بزرگ با و است و افراد برمیگرده به این خاطر دوستان تحریری ما در, در مسائل سیاسی تقریبا اگر مبالغه شاید نباشه اگر بگیم کلی انرژی خدا وقف مسائل سیاسی کردن کمتر میبینی که اونا در مسایل عقیده در مسایل عباده در مسایل اخلاق و تایل و حتی جالبی است که وقتی بعضی از دوستایی که از نزدیک که صحبت کرده بودیم برشون میکنم چرا در این بخش کار نمیکنیم میگه خب ما مدرسه نیستیم ما یک از بسیار خب من برشون گفتم که تو باید مدرسه هم باشی باز در کنار از اگه حزب سیاسی هم هستی تو میخوای که مشکل امت حل بکنی و مشکل امت تنها از رای سیاسی حل نمیشه و یکی که اونا تصور میکنن تنها مشکل امت از رای حل از از رای, از سیاسی حل میشه خودی از یک برداشت غلط است یک نکته دیگه امور راهکار سیاسی را هم که پیش به اصطلاح پیش, می... پیش میکنن بر امت امو همه یک برداشت غلط است از سی رسول الله صلی الله علیه و سلام که ان شاء الله بر ازو باز میپرسیم و مسئله دیگه که در نقاط مثبت ما گفتیم که اونا دیگه نه تعصبات را مخالفت میکنن خدا یک بسیار خطرناک است تعصب خودشان واقع میشن این تعصب حزبی است بسیار شدید تعصب یعنی به حدی که شاید مبالغه نباشه اگر بگیم شدیدترین انواع تعصب حزبی و گاهی وقت آدم در برادر حزب تحریر میبینه که آمدن نیست هیچ نوع کوتاهی را قبل بکنه حتی من در بحث یک برادر کردم که عالم شما من حج تانا کاملا معصوم میدونین گفت بله من من ما کاملا معصوم و باز توجه شون کی راست پیغمبر درست است که همه مسلمان ها دعوای از دارن که ما از پیغمبر پیروی میکنیم برداشت تو از عمل کرده پیغمبر چقدر دقیق است دهی حد احتمال خطا را هم نمیپذیرند و این یک مشکل کلان و بزرگی است و مسئله دیگه است که یک نیروی عظیمی از امت تعطیل کنند نیروی بسیار بزرگی که جوانان امت اصلا میتونن در حل معضلات امت بسیار موثر بوده باشه نور متاسفانه تقدیم میگم البته مباحث بسیار گسترده است که در این مورد ده ها کتاب نوشته شده و شاید بیشتر از او حتی کتاب هایی که در مراکز معتبر علمی جهان اسلام در رساله های علمی مثل دکترا مصری منهج تحریر و, و راهکار از اونها بسیار نقد شده که پرداختن به همه از اونها اصلا نیاز به بحث های گسترده تر تشکر جناب استاد سلامت باشه سلامت باشه از معلومات تان. یک سوال دیگه که مطرح میشه منهج از به تحریر به خاطر آوردن خلافت اسلامی بله. چی است و با اصل منهجی که اسلام گفته است آیا آن چیزی که اینها ادعا اجتهادی است یا گویا منسوسی هست قطعا این یک اجتهاد است اما بابر من است که یک اجتهاد که خطای از او خیلی خیلی بوازی است گپی که تحریر میگه میگه که ما سه مرحله را دا مدنه نظری گفتن گپ اول بحث تسقیف است یعنی مردم را فرهنگ دادن و ذهنیت دادن و مفکوره دادن بر بر مورد حزب بعد از تفاعل یعنی با جامعه رو رو شدن و اصلا مالا و از اونها رو دیدن و مرحله سیم طلب است طلب نسله برداشت از اونها است میگه که بعد از اینکه یک جمع بسیار کثیر جور شد بعد از باز از کسی که قدرت و نیرو داره و میتونه ما را دفاع مایه بکنه از اون طلب کمک میکنیم و بعد از اون وقتی ما را کمک کرد باز ما اعلان ای برداشت از اون است و استدلالشان نیست که گویا ما این رسیده پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلام دعوت را میره آواز کرد بعد از باز با جامعه در تقابل واقع شد و بالاخره رفت از اقوام موجود در مدوران طلب کمک گویا اونا تو دلاخر... ردا دارن که امروز مردم در دوره مکی قرار دارد اه. تنها در دا این بخش در از از خیلی ابعاد دیگه یعنی اول گپ از اونا بسیار که وقتی دوستا بس های تحلیل دیده باشن میگن که ما دقیقاً ختمش پیامبر صلی الله علیه و سلام دنبال میکنیم چند برداشت خطا وجود داره برداشت اولش ایست که پیانبر صلی الله علیه و سلم در جامعه ای آمد که او جامعه اصلا مسلمان نبود پیانبر در یک جامعه ای شرکی آمد از ابتدای دعوت سلامی از ابتدای ایمان به الله آغاز کرد قول لا اله الا الله پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت آغاز بعد کسانی که ایگا که پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول میکردن به عنوان مسلمان شناخته میشدن آل اینا گرچه صراحتن ایگا پنه میگن اما نوع تعاملشون با امت است این هم مثلا که گویان هیچ کسایی که کسایی که با اونها می تازه یک مسلمان هستند که باز به سلام با سر از اونها خلافت را احیا باید بکنند یک نکته نکته دیگه ای است که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که دعوت آغاز کرد بر مبنای آیاتی که در امو زمان بر پیغمبر نازل میشد مکلف بود بله ای تو نمیشد که مثلا پیغمبر صلی علیه با آیاتی که هنوز براش نامده ما بوده باشه و تا که بالاخره در حجت الله آیات تکمیل دین نازل شد وضعیتی که ما امت امروز داریم با یک دین کامل که از جانب الله تبارک و تعالی کمال از اعلان شده مواجه هستن نه مثل دوران اول به زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم وری که احکام نامده به همین خاطر اونا به خاطر از اینکه نه جانب مقابل خود کسی که به طرف دعوت میکنه قناعت بده میگه من حج پیامبر صلی الله علیه و خب پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوران مکی خیلی از کارهایی که حکم نشده بود انجام نمیداد و آل او وقت مکلف از جانب الله تبارک و تعالی اما آل امت به او مکلف است ما آله نمیتونیم که دقیقا تنها مکار را بکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوران مکی میکرد. به خاطری که او حکم بر پیامبر بود چرا حکم نمیداد؟ بود شرایط بسیار اجتماعی بر ازو مساعد نبود. پیامبر صلی الله علیه وسلم خلاف دستور قرآن است که امت را یا پیامبر را به چیز مکلف بکنه که در توانش نیست. اما ما فعلا به عنوان یک امتیم، یک امتی که میلیون ها و حتی میلیارد ها نفر هستن پس به این دید باید ما با, با امت تعامل بکنیم و به همین خاطر هم هست که از زمانی که اونها آمدن هیچ فعالیت تاثیرگذار اصلی که برای تغییر وضعیت امت داشته باشن نکردن در حالی که نیروهای از حزب تحریر ممکن به میلیون ها نفر برسن و در کشورهای اسلامی در حتی در کشورهای غیر اسلامی بلد. فعالیت میکنن و این برداشت یک برداشت بسیار خاطی است البته تفصیل همین مساله که مفهوم از اونها از تسخیف و تفاعل طلب یک تعریف خاصی است با برداشتهایی که تقریبا شاید اشتباه نباشه اگر بگیم یک برداشت شاز است که در طول تاریخ یک چیز هیچ عالم هیچ پشتهدی هم دیگه نگفته من بخونی اومد و یک مسئله را مطرح کرده پس امی راهکار سیاسی که اونها مطرح میکنن بسیار به صورت جدی قابل نقد است و یک برداشت خطا و این خطا را تقریبا اکثریت قاطی علما و امت که با از تحریر هم طبیعتا موافق نیستن رد کردن و بس گسترده نیاز داره اگر انشاءالله فرصت تشکر جناب استاز یک سوال دیگه که علیه شما گویا انتقاد صورت گرفته در صفات اجتماعی و خودتان برنامه یا منهج حزب تحریر مورد نقد قرار داره و آن دایه که حزب تحریر داره او آرمان هر مسلمان است طور مدرش شده است که گویا استاز مسلم مخالف خلافت اسلامی است میشه که در قسمت هم یک کوتا اشاره داشته باشه در اصل ما در این مباحث طرفدار از این نیستیم که ما مسائل فکری را رنگ شخصی بتیم اما بعضی وقتا یکی دوستان میکاره میکنن خصوصا وقتی در گفتمان علمی چیز خاصی برای گفتن برایشان نمیمونه باز من مسئله شخصی میسازم که این در حقیقت نشان دهنده عدم شناخت از فرهنگ اختلاف است این یک نکته کاش که دعمی حد اکتفا بکنن دوستا متاسفانه گاهی وقت از بالاتر پیش میره و حتی گاهی وقت آدم جگر خون میشه اگر جوانان نفهمه که از روی تعصب حزبی خودی گپ را میگن آدم اونها را زیاد گله نمیکنه اما کسانی که حتی موقف های رسمی در حزب دارن اونها یک گپ گذشته هر نقدی را و هر انتقاد علمی را از طرف یک مسلمان را به عنوان یک پروژه استخباراتی دشمن معرفی میکنن این نشان دهنده عزیز که متاسفانه اونها در شناخت مسلمان های که اشتباهی بسیار کلانی دارن هر کسی که با اونها مخالف است به این نیست که حتما استخبارات دشمن باشه خصوصا زمانی که یک کسی با دلایل شرعی نقد میکنه لبا. و پس ما باید تفکیک بکنیم این نکته که هر یک غیر مسلمانی سر ما نقد میکنه او هدفش دشمنی با اسلام است اما هرگاه یک غیر م... یک غیر مسلمان می کار کرد یک دین دشمنی با مثلا ما یک برادر مسلمان ما اگه این کار کرد ما اول گفتیم این خیرخواهی به ما کرد پس ما این تفکیک باید بکنیم و سخن برادر مسلمان خود را بشنویم که چی میگه و این که به مجرد که کسی ما را انتقاد کرد ما بگیم که مربوط به استخبارات دشمن است و نه این پروژه را پیش میبره فلان میکنه این نوع تعامل اشتباه است دلیل از که اگر قرار به با باشه که ما امین و تعامل بکنیم با هم دیگه. امیدوار می قضاوت ما خطا نبوده باشه نسبت به خیلی از جریانات دیگه که حزب تحریر باز به با این اتهام سر شدیدتر وارد میشه این حزب تحریری ای که دعوی اصلیش مخالفت با استعمار نظام های سکولار است موارد زیادی در خیلی از کشورهای غیر اسلامی صراحتا آزادی دارن فعالیت میکنن کسی اونها چیز نمیگه در حالی که گاهی وقتا یک دعوتگرای که به صورت فردی کار میکنن اونجا برشون چه قدر محدودیت ها وضع میشن ما اینها ما شاء الله صدها هزار نفر جمع میکنن کنفرانس میگیرن مثلا نمونش چند وقت بیشتر در ترکیه یک کنفرانس بسیار علنی داشتن ویدیوها و عکس‌هاش برای مردم نشر میکنن باز دایشان هم چیز مخالفت با نظام سکولار خب این چی رقم یا اونا نمیفهمن که شما چی میگین یا شما میفهمین و اونها بر خدا بر شما رو تهدید نمیدونن که چیزا نمیگن و موارد زیاد دیگه خب هدف ما از این موضوع ای بود که این روحیه و این ذهنیت که یک کسی آمد منهج یک جریان را نقد کرد هدفش از این سوال نمیبرم قطعا ما بیشتر هم اشاره کردم که اتحاد امت یک فریضه دینی است اتحاد در همه زمینه ها باید بوده باشه از در زمینه یاسی که تمثیل از در نظام خلافت اسلامی هست و حد به اتفاق همه علما یک مسئله ات ات اجماعی و اتفاقی ای ابتکار نبهانی نیست ابتکار کس دیگه از دانشمندای از کسانی که دایبه تحریر هستن نیستن و همین ذهنیت متاسفانه در بین از برادران وجود داره گاه وقتا دا در مورد تحریر کپ میزنیم میگه که کسی خلافت نمیفهمه این نظام سیاسی نمیفهمید این ما بودیم که این مثل از اینه که گویا اینا ای احکام تازه برشون نازل شده باشه در حالی که در هر انسانی که ابتدای ترین معلومات از قران و سنت داشته باشه میدونه که اسلام نظام سیاسی خود از طول 13 قرن بود این گپ نه نیست یک راهکار خاصی رد بن هونی پیش کرد کنار خوبی هاش خطاهای خدا داره ما تصور میکنیم گاهی وقتا خیر موارد میشه که شهرشان از خیرشان که بیشتر میشه و میدواریم قضاوت ما خطانه تشکر جناب و یک سوال دیگه که به خاطر از اینکه که بسیار بسار بزرگ دارن و جوانای هم در کنارشان است پیشنهاد شما برای افراد از تحریر و جوانایی که خالی ذهن هستند معلومات از اسلام ندارند اما چون یک دایی بسار مقدس هست اونا هم آمدین در کنار حزب تحریر قرار گرفتین پیشنهاد شما بر جوانای حزب تحریر چی است آیا امکان دارد که برای تصحیح امی مشکلات اعتقادی یا راهکاری که دارند پیشنهاد صورت بگیره بر از اونها در اول هدف اصلی ما از مطرح کردن این مسئله این نکته بوده یعنی خیرخواهیز برای اصلاح خطاها و اشتباهات و <متظم> ما توقع از برادرم مسلمان می میره که خوش شو وقتی که برش خیرخواهی خواهی میکنی اما یکی او خیر رو دشمنی میدونه این به جهل خودش برمیگرده و ای که در تعامل خودش با ما ضوابط شرعی را نقض میکنه هر نوع مخالفت خودن نه فرام استخباراتی و فلان فلان معرفی کردن این در حزب تحریر هم تنها نیست متاسفانه اگه جریانات دیگه اسلامی هم مشکل دارن با مخالفت با تو مخالفت با خود مخالفت با یک جریان میره مخالفت با اصل اسلام معرفی میکنه این یک برداشت دقیق نیست و جوانایی را بفهم ما تصور ما همیست که جوان ها بسیاری وقتا در صفات اجتماعی جوهای مختلفی از ما سوال میکنن و میگم که قبل از از, از ای که ما وارد یک جریان شیم یا حتی اگر در جریان هم بودن خیر اول به عنوان یک فرد عقیده اسلامی را بفهمن عقیده اسلامی را از منابع اصلی با منهج سالم بفهمن ده کنار از او عبادات را که یک مکلفیت فردی است و در هر حالت یک نفر کار بکنه اگر خلافت باشه باش تو با تقید جور باشه اگر خلافت باشه باش تو با درست بفهمی و او عملی بکنی اگر خلافت باش آنها باش تو با اخلاق اسلامی را درست بفهمی و عملی بکنی ای یک بخش است. بخش دیگه که در مسائل اجتماعی و سیاسی وقتی مطرح میشه دیدگاه و اجتهادات مختلف در جهان اسلام مطرح است یک جوان با یک بینش عمیق و دقیق علمی موقف بگیرد. تا اینکه کور کرونا به دنبال یک کسی باره. اگر فرض میکنیم یک کسی در نتیجه که مسائل درست مسائل درست مسائل درست بعد از اینکه مسائل اعتقادی اسلام درست فهمید مسائل بادی اسلام درست فهمید مسائل اخلاقی اسلام درست فهمید بعد از او اجتهادات مطرح شده برای حل مشکلات امت را مطالعه کرد و بعد از او در نتیجه یک تحقیق آمد از به تحلیل انتخاب کرد ما او ملاقات ملامت نمیکنیم که چون تو کار کرد لیکن روزی که برش میگیم آمدی بحث هستیم که اینجا اشتباه کرد امور رقم دیگه موارد یعنی یک ذهنیت ذهنیت کامل و همه جهانه بداشته باشه و با امور رقمی که ادعا میکنیم باید کاملا علمی یک موقف باید داشته باشه در حالی که متاسفانه من حتی در میان کسانی که از اونها توقع میره که حداقل افراد محدودی این موقف باید داشته باشن ندارن اما این هدافاتی که متاسفانه در منهج اصلی حزب تحریر هست در مسئله ایمان در مسئله رد احادیث اوها در سایر مسائلی که متاسفانه وجود دارد، کلشان هم رقم کورکورانه بدون ازی که هیچ نوع آگاهی دقیق و همجانبی ازی داشته باشن اونها قبول میکنن و میپذیرن و, و یک مشکل کلانتر دیگه که شاید در کنار مشکلات عام برمیگرده به جامعه است که گاه او وقتا اونا در جامعه مثلا به نام بابانی فرح مه الله یا فقه انفی یا چیزا میان به تعبیر ایرانی ها خدا جا میزنن در حالی که از لحاظ اعتقادی و از لحاظ فکر عقیدتی و از لحاظ فقهی که امام با بانی الله داره با اینها اختلافات بسیار فاحش داره اختلافات بسیار فاحشی دارن و به این خاطر جوانان عزیز ما این هدف ما که هر موقفه را که میگیرن بر مبنای یک بینش کامل و دقیق باشه و کورونا بدون بال کسی نرن و این مکلفیت شرعی ای هم هر مسلمان است که الله تبارک و تعالی نحیه میکنه ولا تخفو مالی سلک بیه بدون چیز کورونا نرین و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمه که بدون زیر یک بیرق و یک شعاری که گنگ است بس. انسان نباید حرکت بکنه نباید پیش از او پیش بره به این خاطر نه هدف ما امیس و امیدوار هستم از جوانان عزیز ما در هر جریان اسلامی که هستن نکات عمومی و اتفاقی را نظر باید بگیرن و علما در این مورد نکات خوبی را دارن هر مخالف خود دشمن خود ندانن و هر نقد دشمنی ندانن و او از طرف کافر ندارن ممکن ما میدانیم هر جریان اسلامی از طرف کفار دشمنی های خود داره اما ما مسلمان ها بین خود یک عمال قادر نه باندې داشته باشیم امیدوار هستم که این صحبت کوتاه ما هم حداقل یک فکر را ایجاد بکنه بر ازی که جوانان ما بدن بل یک چیز بر مبنا یک بینش و یک علم و اوگاهی تشکر جناب استاد من از اخرین سوال کو تا اگر جواب دی <تصفح> که اگر افراد حزب تحریر یا سخنگویشان به خاطر هلینی معزل حاضر شون با شما گفتمان داشته باشن صحبت داشته باشن شما حاضر هستی امروز از اینا لایو صحبت کنی گرچه ما گاهی وقتا دوستا سو تفاهم نشه اونا هم اتهام میکنن که نه فلان یا به خاطر شهرت فلان و فلان یک پار میزنن الله شاهد است که نیت ما خیر بوده و کافی است که الله نیت های ما را بدانند، در سخن ما قصابت های افراد شاید زیاد دقیق نباشه اگر افراد ما را مخلص بدانند پیش الله مخلص نباشیم ارزش نداره و اگر افراد ما را مخلص ندارن پیش الله مخلص باشیم کافی است و از الله متعال خلاص در هر کار استدعا داریم و یک ترکیز کلان من هم همین که یک سر از حتی سر از جماعت های دیگه اسلامی که تزکیه شرعی را فراموش کردن به همین خاطر خودم با هم علم محدود و ناقص و کوتاهی که داره به عنوان یک طالب علم کوچک فرصت هایی که برای درس مساعد میشه از تزکیه شروع میکنم گپ. به خاطر اینکه زیر بنای اصلی است <سؤال> در چیزهایی که ما من از از منهج تحلیل فهمیدیم باور دارم که خطاها و اشتباهات کلانی داره اشاراتی کردم اگر کسی هر برادری از برادرای تحلیل اگر باشه و مثل که همونا میگه میگفتن که ما ماده هستیم صحبت بکنیم ماده خدمت هستم و اگر انتقادهای ما بجا باشه از اونا توقعی ازیر داریم که بپذیریم و اگر انتقادهای ما خطا بودش ما احتمال دقل میپذیریم برخلاف اونا که میگن برداشت ما خطا نیست ما این احتمال در مورد خود میپذیریم چه در مورد تحریر چه در مورد هر جنان دیگه که برداشت ما خطا بوده باشه اما خطا بودن برداشت ما بر مبنای دلایل معتبر شرعی وقت ثابت شود الله شاهد است که ما از اشتباه خود نمیگذریم در هر مورد دیگه یعنی در این مورد در هر مورد دیگه یک جای صحبت کرد. کردیم که گپ ما خلاف قرآن و سنت واقع بوده باشه ما ان هرگز دانسته ای کار نکردیم اگر ندانسته تو شده باشه ازش میگذاریم و در مورد حزب تحریر هم انتقادایی که ما داریم اگر جواب های مقنی با دلایل معتبر شرعی بر مبنای یک منهج سالم بدن میپذیریم که ما خطا کردیم و اگر نه اونا نه تا جواب بدن دیگه امیدوار هستیم که بپذیرن ما اگر نپذیرفتن نه میفهمن آخرت تشکر جناب استاد خیر باشی السلام علیکم و رحمت الله و السلام oh mm -hmm. mm -hmm.